روسیه به تاجیکستان موشک‌های تاکتیکی اسکندر را ارسال نمود. تعقیب نوبتی مهاجران مهنتی از طرف خدمات مخصوص روسیه. حمایتگری حقوق عزت امان در مسکو دستگیر کرده شد. موشک‌های فوری تاکتیکی روسیه اسکندر ام برای گذرانیدن مشق‌های نظامی دوشنبه ضد ترور 2017 در چارچوبه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به تاجیکستان ارسال کرده شد. در این خصوص روز پنجشنبه فرماندهی قشون‌های ناحیه مرکزی حربی ژنرال پالکونیک ولادیمیر زارودنیتسکی خبر داد. چطوری که قید شده است در رفت مشق‌ها موشک‌اندازان موشک نظامی را به کار می‌دارند که هدف شرطی آنان لاگر تروریستان در کوه‌ها می‌باشد. از 30 می تا 1 ایون سال جاری در منطقه دو مشقگاهی گارنیزون حربی خطلانی تاجیکستان، حرب میدان و لاهور مشق‌های فعال مرحله‌ای بین الخلقی دوشنبه ضد ترور 2017 برگزار می‌گردد. یاد رس میکنیم که کمی پیش به تاجیکستان هواپیماهای بمباردیمانی سو-24M از بازه هواپیمایی شغالی ولایت چلیابینسک ارسال گردیده بود. از نوسیبیرسک نیز به کشور آسیای مرکزی چرخبالهای می-8 و می-24 ارسال گردیده بود. در شهر مسکو از طرف کارمندان فسبی روسیه 4 نفر مهاجران مهنتی با جرم اتهام در حرکت اسلامی و تشکیل عملیات تروریستی در نقلیات مسافرکش دستگیر شدند. در این خصوص سنه 25 می سال 2017 خدمات اطلاعاتی فسبی روسیه خبر داد. در نتیجه کافتوکو از دستگیر شدگان ادبیات های اسلامی یافت گردید ولی نام های دستگیر شدگان را آشکار نکردند. اینچنین معلوم گردید که همه دستگیر شدگان شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می باشند. یاد رس می کنیم که پس از عملیاتی تروریستی شبه آور که به رژیم روسیه منفیت آور بود، یعنی از ماه مارس شروع کرده، خدمات مخصوص روسیه کمپانیای مخصوص را به کار در آورد که از تعقیب و بدنام کنی مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی عبارت است. طول دو ماه اخیر از طرف کارمندان مخصوص روسیه تقریبا 30 نفر مهاجران مهنتی دستگیر شدند که به همه آنها در اساس تهمت های بردروغ پرونده جنایی عاید تروریسم آغاز گردید. سنه 20 می سال جاری در شهر مسکو حمایتگری حقوق تاجیک عزت امان دستگیر کرده شد. سبب دستگیر شوی او حوادثی بود که نمایش اعتراضی یکگی تشکیل کرده است با مقصد جلب اعتبار حکومت داران بران که از طرف شرکت الیت نقطه‌رو با مهاجران مهنتی از آسیای میانه معاش پرداخت کرده نمی شود. کمی پس عزت امان را آزاد کردند ولی واقعی غیر قانونی دستگیر کرده شدن او تشویش آور می باشد. در حقیقت حمایتگری حقوق برای جلب نمودن اعتبار حکومت داران و جامعه به جنایت های کاردهندگان بی‌وجدان نگرانیده شده است که آنها حادثه های سیاسی و بدنام کردن مهاجران مهنتی را به منفعت خود استفاده می برند. یاد رس میکنیم که عزت امان یکمین حمایتگری حقوقی مهاجران مهنتی نیست که نسبت او تعقیب غیر قانونی تطبیق میشود. مشهورترین حمایتگری حقوقی روسی و کارمندی مرکزی حمایتگری حقوقی مموریال بهرام همرایف نیز یک چند مرتبه دستگیر شده بود و منزل استقامتی او از طرف کارمندان فسبی روسیه مورد کافتوکو قرار گرفته بود.